بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت محصلین عزیز، به چینل آموزش طب به روش ساده خوش آمدید. با امید از اینکه لباس عافیت بر تن داشته باشید، درس امروز اناتومی ما در مورد استخوان فیمور است. خب، استخوان فیمور عبارت از استخوان ران پا است. خب، استخوان فیمور عبارت از استخوان ران پا است. خب، این عبارت از استخوان فیمور است. استخوان فیمور از جمله استخوان طویله است. خب، استخوان فیمور از جمله استخوان و یا عظم طویله است. همچنان استخوان فیمور بر علاوه از این که استخوان ران پا را تشکیل داده، همچنان استخوان فیمور باعث متحمل شدن وزن بدن ما میشه. وزن بدن ما را از حوصله به بالا متحمل میشه و یا میبرداره. پس استخوان فیمور باعث متحمل شدن و یا برداشتن وزن بدن ما میشه. البته وزن بدن ما را از حوصله به بالا میبردارن. خب، استخوان فیمور بزرگترین، قویترین و طویلترین استخوان در بدن است. خب، استخوان فیمور بزرگترین قویترین و طویلترین استخوان در بدن است. به مو خاطر باعث برداشتن وزن بدن ما از حوصله به بالا میشه، چون استخوان فیمور بزرگترین، قویترین و بالاخره طویلترین استخوان در بدن ما هست. خب، استخوان دومی که بعد از استخوان فیمور بزرگ و طویل است، عبارت از استخوان تیبیا هست. استخوان تیبیا عبارت از استخوان ساق پا هست و استخوان نمبر سومی که بزرگ و طویل است، عبارت از استخوان فیبولا هست. استخوان فیبولا هم عبارت از استخوان ساق پا هست و استخوان نمبر چهارمه که بزرگ و طویل است، او عبارت از استخوان همورس است، استخوان بازو است. خب، برحال، خب، استخوان فیمور دارای دو نهایت است. خب، استخوان فیمور دارای دو نهایت است. دارای نهایت عروی هست و دارای نهایت سفلی هسته. همچنان استخوان فیمور دارای یک جسم هسته. جسمش به نام بادی یاد میکنن و یا به نام شفت هم یاد میشه. اصطلاح شفت و بادی هر دوش به معنای جسم هسته. خب، اگه ما درست نشان بدیم، خب، البته سطح قدامی استخوان فیمور است و این هم سطح خلفی استخوان فیمور است. یعنی استخوان فیمور دارای دو سطح هست. دارای سطح قدامی است و دارای سطح خلفی است. که البته ما استخوان فیمور از همین دو سطح هم مورد مطالعه قرار میدیم. خب، برحال، خب، اینمی قسمتشه که ما نشونی کردیم. البته رنگ آبی جمع رنگ سرخ، رنگ سیاه در مجموع، همین قسمت عبارت از نهایت علوی استخوان فیمور است. خب، این قسمتش رنگ آبی جمع رنگ سرخ مکمل نهایت سفلی
استخوان فیمور هستن. خب این نهایت علوی شد و این هم نهایت سفلیش. خب میان نهایت علوی و نهایت سفلی استخوان فیمور رنگ سبز عبارت از بادی و یا جسم استخوان فیمور هستن. همین رقم در سطح خلفی. خوبی قسمتش نهایت طولویش است. خوبی قسمتش نهایت سفلیش هستن. و این قسمتش رنگ سبز عبارت از بادی و یا جسم استخوان فیمور هستن. پس استخوان فیمور دارای دو نهایت است. دارای نهایت علوی هست. دارای نهایت سفلی هستن. و دارای یک جسم هستن. که جسمش میانه نهایت علوی و سفلی قرار داره. خب ما استخوان فیمور از هر دو سطح هم مورد مطالعه قرار میدیم. هم از سطح قدامیش و هم از سطح خلفیش مورد مطالعه قرار میدیم. خب اول ما از نهایت علوی شروع میکنیم، از نهایت بالایی شروع میکنیم، به ترتیب در قسمت جسمش میایم و بالاخره در نهایت سفلیش ما میایم. خب در نهایت علوی خود رنگ آبی یک ساختمان برجسته و مدور است. خب اینمی ساختمان برجسته و مدور که به رنگ آبی رنگ آموزیش کردیم عبارت از هد و یا رأس استخوان فیمور است. هد و یا رأس و یا سر استخوان فیمور است. خب هدش برجسته و مدور است. پس در نهایت علوی استخوان فیمور حاوی هد است، حاوی رأس است. خب رأس استخوان فیمور همراه استابولوم استخوان حوصله. ما استابولوم گفته بودیم که یک حفره و یک سوراخ در استخوان حوصله هستن. خب هد استخوان فیمور داخل استابولوم میشه و باعث تشکیل مفصل ران پا میشه. خب فرض میکنیم این استابولوم است. استابولوم عبارت از سوراخ پیاله مانند است. استابولوم. خب استابولوم عبارت است بسیار میبخشیم عبارت از یک حفره و یا یک سوراخ در استخوان حوصله هستند. خب هد استخوان فیمور داخل استابولوم استخوان حوصله میشه و یا ای که رأس استخوان فیمور همراه استابولوم استخوان حوصله یک جا میشه. زمانی که یک جا شد و یا زمانی که هد استخوان فیمور داخل استابولوم میشه باعث تشکیل مفصل ران پا میشه. باعث تشکیل مفصل ران پا میشه که به نام هپ جوینت یاد میشه. باعث تشکیل مفصل هپ جوینت میشه. اصطلاح جوینت به معنای مفصل، هپ به معنای ران پا، مفصل ران پا. پس رأس استخوان فیمور در تشکیل مفصل ران پا رول داره. هد استخوان فیمور همراه استابولوم استخوان حوصله که یک حفره هست، یک سوراخ هست، یک جای میشه و یا داخل میشه باعث تشکیل مفصل ران پا میشه. همچنان و قسمت مرکزی رأس استخوان فیمور یک پررفتگی کوچک موجود است. خب در قسمت مرکزی رأس فیمور خب پررفتگی کوچک موجود است. خب این پررفتگی کوچک به نام سنترال فوویا یاد میکنن.
سنترال فوبیا. اصطلاح فوبیا به معنای فرو رفتگی کوچک است. فوبیا به معنای فرو رفتگی کوچک و سنترال به معنای مرکزی، یعنی فرو رفتگی کوچکی که در قسمت مرکز راس استخوان فیمور قرار داره، نظر به موقعیت که داره نامگذاری شده. خوبی هم عبارت است سنترال فوبیا هستند. خب در سنترال فوبیا یک لگامنت وصل میشه. لگامنتی که وصل میشه، خب این لگامنت عبارت است لگامنت تیریس است. ما یک لگامنت داریم. خب این لگامنت در سنترال فوبیای استخوان فیمور وصل میشه. این لگامنت به نام تیریس لگامنت یاد میکنم. تیریس لگامنت، لگامنت تیریس. ما در لکچرهای قبلی گفته بودیم لگامنت عبارت از نسج ارتباطی است و یا نسج منظم است که نهایت دو استخوان با هم وصل میسازه. از جمله لگامنت تیریس در سنترال فوبیا وصل میشه. پس سنترال فوبیا من حیث نقطه اتصالی بر لگامنت تیریس عمل میکنه. خب با تعقیب رأس استخوان فیمور رنگ سرخ یک ناحیه متضایق است، یا پایین تر از هید استخوان فیمور رنگ سرخ یک ناحیه متضایق است. خب این عبارت است نک استخوان فیمور است. اصطلاح نک به معنای عنق و یا گردن. خب عنق استخوان فیمور یک ناحیه متضایق است، یک ناحیه متضایق و یا تنگ است. معمولا نک در هر استخوان متضایق است، یک اندازه تنگ است. خب دیگه ساختمانی که در نهایت علوی استخوان فیمور موجود است دو برجستگی زخیم است. خب این برجستگی زخیم با ما برنگ سیاه رنگ آمیزی کردیم. خب این برجستگی زخیم به نام تروکانتر یاد میکنن. تروکانتر. خب این هم برجستگی زخیم است که به نام تروکانتر یاد میکنم. خب تروکانتر عبارت از برجستگی زخیم، برجستگی زخیم در نهایت علوی استخوان فیمور است. خب تروکانتر برجستگی زخیم شد. پس در نهایت علوی استخوان فیمور حاوی هد بود، حاوی نک بود، حاوی تروکانتر بود. خب گپ خود جنبندی میکنیم. در نهایت علوی استخوان فیمور حاوی هد بود، حاوی نک بود و حاوی تروکانتر بود. و تروکانتر عبارت از برجستگی زخیم بود. خب خوبی تروکانتر از نگاه سایز و اندازه بزرگ است. به او خاطر به این میگن گریتا تروکانتر. دوال برش اصطلاح گریتا را اضافه میکنن. گریتا به معنای بزرگ مرامیتا. تروکانتر بزرگ برش میگن. خب این تروکانتر و یا این برجستگی زخیم از نگاه سایز و یا اندازه کوچک است. به او خاطر در اول برای اصطلاح لزر اضافه میکنن. لزر به معنای کوچک. تروکانتر کوچک برش میگن. پس ما دو تروکانتر داریم در نهایت علوی استخوان فیمور. تروکانتر بزرگ داریم، تروکانتر کوچک داریم. خب تروکانتر بزرگ از نگاه شکل چارزولی هستن. خب از نگاه شکل چهارزولی هست.
اما ترکانتر کوچک از نگاه شکل مخروطی هستند. ترکانتر کوچک از نگاه شکل مخروطی و یا مثلث مانند هستند. خب گریتر ترکانتر و لزر ترکانتر، خب اینمی برجستگی های زخیم، اینا من حیث محل اتصالی بر عضلات و لگامنت ها عمل میکنه. البته در اینا عضلات فقط وصل میشه، یعنی هدف همین برجستگی ها در استخوان چی ترکانتر باشه چی توبرکل باشه به منظور وصل شدن عضلات و لگامنت ها هستن. خب در گریتر ترکانتر تقریبا 5 عضله وصل میشه، در لزر ترکانتر تقریبا 2 عضله وصل میشه. خب از جمله 5 عضله که در گریتر ترکانتر وصل میشه، یکی از آنها عبارت است گلوتیال مسل است. اصطلاح مسل به معنای عضله، گلوتیال به معنای سورین. ما گلوتیال مسل داریم، عضله سورین داریم. خب عضله سورین البته بزرگترین و سنگینترین عضله در بدن ما هست. بزرگترین و سنگینترین عضله عضله گلوتیال است، عضله سورین است که معمولا ظرفیات هم در همین عضله اجرا میشن. خب عضله گلوتیال به 3 قسم است. ما عضله گلوتیال مکزیمم داریم، عضله گلوتیال میدیم داریم و عضله گلوتیال ماینی مم داریم. خب اصطلاح مکزیمم به معنای بزرگ معنا میده، میدیم به معنای متوسط و اصطلاح ماینی مم به معنای کوچک. خب ما عضله گلوتیال و یا عضله سورین بزرگ داریم، عضله سورین متوسط داریم و عضله سورین کوچک داریم، به می سه قسم هستن. خب تمام عضلات گلوتیال چی مکزیمم باشه چی میدیم باشه چی ماینیمم باشه، از سطح بیرونی بال ایلیوم، از سطح بیرونی بال ایلیوم منشأ میگیره یا شروع میشه، ختمش کس خصوصا ای دو عضله، عضله گلوتیال یا عضله سورین متوسط کوچک، ختم از اینا باز در گریتر ترکانتر هستن. خب در گریتر ترکانتر عضله گلوتیال یا گلوتیال مسل ماینیمم و همچنان میدیم گلوتیال مسل یا گلوتیال مسل متوسط، خب این دو عضلش کس در گریتر ترکانتر وصل میشه، میمانو مکزیممش، مکزیممش در دیگر جای وصل میشه که رو باز برتان ذکر میکنم. خب پس عضله سورین بزرگترین سنگینترین عضله در بدن است، به می سه قسم هستن. منشأش هم گفتیم از سطح بیرونی بال ایلیوم استخوان حفصل منشأ میگره و عضله سورین متوسط و کوچکش در گریتر ترکانتر وصل میشه. همچنان در گریتر ترکانتر عضله نمبر 3 که وصل میشه عبارت از پیری فورمس مسل است. نام مکملش نوشته میکنم، پیری فورمس مسل. خب عضله دیگه که وصل میشه عبارت از اوبتریتر اکسترنوس است و عضله نمبر 5 که در گریتر ترکانتر وصل میشه عبارت از اوبتریتر انترنوس است. نمای مکمل شما نوشتم میکنم، شما در کتابچه‌تون یادداشت کنید. اوبتریتر اکسترنوس و اوبتریتر انترنوس.
خب این دو عضله هم در گریتر تروکانتر وصل میشه. پس گریتر تروکانتر من حیث محل اتصالی بر همین پنج عضله عمل کرد. عضلاتی که در گریتر تروکانتر وصل میشه عبارت است عضله گلوتیال کوچک بود، عضله گلوتیال متوسط بود، پیریفورمس مسل بود، اوبتریتر اکسترنوس مسل بود و بالاخره اوبتریتر انترنوس مسل بود. همین رقم در لیزر تروکانتر دو عضله وصل میشه. خب این دو عضله یکیش عبارت است سواس ماجور مسل است و دیگه عبارت است ایلیاکس مسل است. خب این دو عضله در لیزر تروکانتر وصل میشه. خب نمای مکمل شما نوشته میکنم سواس ماجور مسل و ایلیاکس مسل. خب همین دو عضله در لیزر تروکانتر وصل شد. پس گریتر تروکانتر و لیزر تروکانتر من حیث محل اتصالی بر عضلات مربوطهشان عمل کردن. پس رول تروکانتر ها را فهمیدیم بخاطر وصل شدن عضلات مربوطهشان هستن. خب باز هم ذکر میکنیم نهایت علوی استخوان فیمور حاوی هد است، نک است، حاوی تروکانتر بزرگ و تروکانتر کوچک است. خب این هم تروکانتر بزرگ است یا گریتر تروکانتر است. و این هم بزرگ تروکانتر. خب در سطح قدامی میان تروکانتر بزرگ و تروکانتر کوچک یک خط موجود است. بازم ذکر میکنم در سطح قدامی میان تروکانتر بزرگ و تروکانتر کوچک یک لاین و یا خط موجود است که خط به نام انتر ما با سی رنگ میگیرم که فهمیده شد تروکانتر لاین یاد میکنم. خب اصطلاح لاین به معنای خط، خب انتر به معنای میان، تروکانتر هم هدفش لیزر تروکانتر و گریتر تروکانتر است. یعنی خطی که میان تروکانتر کوچک و تروکانتر بزرگ قرار داره. یعنی می خط بنابر قرار گرفتنش میان هر دو تروکانتر نامگذاری شده. به نام انتر تروکانتر لاین یاد میشه. خب انتر تروکانتر لاین بازم ذکر میکنم در سطح قدامی میان هر دو تروکانتر هستن. خب و اینمی خط هایی که در استخوان موجود هستن در حقیقت اینا برآمدگی طولانی هستن یا برآمدگی خط مانند هستن چون مشابه به خط هستن به مخاطر به نام لاین یاد میشن. پس لاین عبارت از برآمدگی طولانی و یا برآمدگی خط مانند هستن. خب رول انتر تروکانتر لاین ای است که اولی که نکه با قسمت بادی استخوان فیمور وصل می سازن، اونکه با قسمت جسم استخوان فیمور وصل می سازن همچنان. خب اینمی خطوطی که در استخوان موجود هستن. خب خطوط البته در مجموع در هر استخوانی که باشه فرق نمیکنه، اینا هم به مثل تروکانتر یا به مثل برجستگی که در استخوان هست من حیث نقطه اتصالی بر عضلات و لگامن ها عمل میکنه. خب در همین خط یک عضله و یک لگامن وصل میشه. خب عضله که وصل میشه عبارت است واست است، میدیال است، مسل است. نامو کمرش نوشته میکنم واستس میدیالس مسل.
خب لگامنت که وصل میشه، خب این لگامنت به نام الیو فیمورال لگامنت یاد میشه. خب اینا مکملش نوشته میکنم الیو فیمورال لگامنت. خب لگامنت الیو فیمورال البته بزرگترین لگامنت در بدن است. خب پس در انتر تروکانتر لاین عضله واسطس میدیالس مثلا وصل میشد و همچنان یک لگامنت به نام الیو فیمورال لگامنت وصل میشد. بزرگترین لگامنت در بدن و همین لگامنت است. خب این بود در سطح قدامی. میایم در سطح خلفی. خب در سطح خلفی میان تروکانتر بزرگ و تروکانتر کوچک کرست موجود است. خب کرست هم بارزه خط مانند است اما ضخامتش بیشتر است. خب ما کرست داریم، کرست هم بارزه و یا برآمدگی خط مانند است. فرقش با لاین دهی است که کرست با ضخامتش بیشتر است نظر با لاین. ضخامت ازی زیادتر است. قسمی که شما در رسم می‌بینید ضخیم است. بارزه خط مانند است که نظر با لاین ضخیم تر است. خب پس در سطح خلفی میان تروکانتر بزرگ و کوچک کرست موجود است. این کرست هم بنابر قرار گرفتن میان هر دو تروکانتر نامگذاری شده به این میگم انتر تروکانتر کرست میگم، یعنی کرستی که میان هر دو تروکانتر قرار داره. خب رول انتر تروکانتر کرست دری است که گریتر تروکانتر بالیزر تروکانتر وصل می سوزن. خب انتر تروکانتر لاین نکه با قسمت جسم استخوان فیمور وصل میکن اما انتر تروکانتر کرست گریتر تروکانتر بالیزر تروکانتر وصل میکنن. همچنان خب کم بالاتر است همین کرست یک توبرکل موجود است. خب توبرکل برجستگی مدور کوچک میگم. خب توبرکل برجستگی مدور کوچک میگم که کوچک باشن. خب کمی بالاتر از همین کرست توبرکل موجود است. خب در همین توبرکل یک عضله وصل میشه. ما قبلا گفتیم برجستگی که در استخوان است چی تروکانتر باشه چی توبرکل باشه باختر وصل شدن عضلات است. در این یک عضله وصل میشه. این عضله را به نام کوادریت فیمورس مسل یاد میشه. نام مکملش نوشته میکنم کوادریت فیمورس مسل. عضله کوادریت فیمورس در همین توبرکل که کم بالاتر از کرست قرار داشت وصل میشه. با مخاطر این توبرکل به نام کوادریت توبرکل یاد میکنم. به نام کوادریت توبرکل یاد میکنم. یعنی توبرکل که یا برجستگی مدور کوچک که در او عضله کوادریت فیمورس وصل شد. یعنی توبرکل نظر به وصل شدن عضله مربوطش نامگذاری شده و عضلش عبارت است کوادریت فیمورس مسل است که در نیمی برجستگی وصل میشه و این برجستگی را به نام همی عضله نامگذاری کردن. نامش ماندن کوادریت توبرکل. خب و این نیمی عضله یک قسمت از این عضله در همین کرست هم وصل میشه چون کرست به همین توبرکل نزدیک است و یک بخش از این عضله در انتر تروکانتر کرست هم وصل میشن. خب پس ما تفاوتشون رو فهمیدیم. در سطح قدامی میان تروکانتر بزرگ
موتور کانتر کوچک لاین وجود داره، خط وجود داره. کی خط نکه با قسمت جسم وصل میکرد و همچنان من حیث محل اتصالی بر عضله واسطس میدیالس و بر لگامنت ایلیو فیمورا عمل میکرد. اما در صد خلفی میان تروکانتر بزرگ و تروکانتر کوچک کرس موجود بود. کمی بالاتر از کرس یک توبرکل موجود بود که در این توبرکل عضله کوادرت فیمورس و مسل وصل میشد که توبرکل بنام کوادرت توبرکل میکرد. همچنان یک بخشی عضله در همین کرس هم وصل میشد. خب حال ما میریم در قسمت جسم استخوان فیمور. خب جسم استخوان فیمور در سطح قوامی کدام گپ خاص نداره، فقط همه قدر ای که جسم در سطح قوامی یکی که محدبیت داره و دیگه ای که لشم است. میان در سطح خلفی. خب در سطح خلفی در قسمت جسم یک تعداد خطوط موجود است، همچنان یک توبرسیتی موجود است یا یک برجستگی درش موجود است. خب رنگ سبز ما در کل عبارت از بادی و یا جسم استخوان فیمور هستند. البته در سطح خلفی در قسمت بالای جسم در این استقامت یک خط موجود است، یک خط موجود است، یک لاین است. ما قبلا گفتیم لاین عبارت است برآمدگی طولانی و یا خط مانند در سطح استخوان است. خب در این خط یک عضله وصل میشه، یک عضله رو میگن پکتینیال مسل. نام مکملش نوشته میکنم پکتینیال مسل، عضله پکتینیال. خب عضله پکتینیال در همین خط وصل میشه، با مخاطر این خط به نام پکتینیال لاین یاد میکنم. پکتینیال لاین، اصطلاح لاین به معنای خط، پکتینیال هم هدفش پکتینیال مسل است، یعنی خطی که در او عضله پکتینیال وصل میشه. و اینمی پکتینیال لاین من حیث محل اتصالی بر عضله پکتینیال مسل عمل میکنه. خب در اینجا نوشته میکنم پکتینیال لاین من حیث محل اتصالی بر پکتینیال مسل عمل میکنه. خب پکتینیال مسل شروع و یا منشأ از یک است از سوپیریر پوبیک راموس است، از بازوی علوی استخوان پوبیک حوصله منشأ میگیره، ختمش باز در پکتینیال لاین استخوان فیمور است. خب کمی وحشی‌تر از پکتینیال لاین، کمی وحشی‌تر از یک توبرسیتی موجود است. خب یک توبرسیتی موجود است. خب این هم ناخواسته به رنگ سیاه گرفته شد. به هر حال خب این توبرسیتی هست. توبرسیتی با برجستگی هایی که درش باشه اطلاق میشن. خب پس توبرسیتی عبارت است برجستگی درش هستن. خب توبرسیتی هم چون برجستگی است، برآمدگی هست، این هم من حیث محل اتصالی بر عضلات و لگامن ها عمل میکنه. خب در همین توبرسیتی عضله گلوتیال بزرگ مانده بود، عضله گلوتیال مکزیمم و یا بزرگ وصل میشه. خب عضله که در این وصل میشه عبارت است مکزیمم گلوتیال مسل است. به خاطر این توبرسیتی را به نام گلوتیال توبرسیتی یاد میکنن، گلوتیال توبرسیتی، یعنی توبرسیتی که در او عضله گلوتیال بزرگ وصل شد. این هم نظر با وصل شدن عضله مربوطش این توبرسیتی نامگذاری شدن. خب دیگر در سطح خلفی در جسم پایین تر از پکتینیال لاین یک خط درشت عمودی موجود است.
خب این را ما به رنگ آبی میگیریم. خب این خط درشت است که عمودی قرار گرفته. خب این خط درشت عمودی را به نام لاینیا اسپیرا یاد میکنن. لاینیا اسپیرا، اصطلاح لاینیا از لاین گرفته شده به معنای خط، اسپیرا به معنای درشت، اصطلاح لاتینی است خط درشت. خب لاینیا اسپیرا یک خط درشت عمودی هسته، عمودی قرار گرفته. ای هم من حیث نقطه اتصالی بر عضلات مربوطش عمل میکنه. خب عضله که در لاین اسپیرا وصل میشه عبارت است گراسلس مسل است. خب نام مکملش نوشته میکنم گراسلس مسل. خب یه عضله وصل میشه. دیگه عضله که وصل میشه عبارت است ادکتور مسل است. ادکتور مسل، عضله ادکتور است. خب یک کم میخوایم در مورد عضله براتون معلومات بدم. عضله ادکتور، خب مسل عضله شد، ادکتور از ادکشن گرفته شده. ادکشن که اصطلاح عربیش تقرب دادن است، ما میگیم نزدیک ساختن. خب ادکتور از ادکشن گرفته شده به معنای تقرب دادن است، یعنی نزدیک ساختن. اگر ما بخوایم یک ساختمان یا یک نهایت خود به حد متوسط نزدیک بسازیم به این میگن ادکشن. اگر دور بسازیم مثلا دستم است یک ساختمان است، اگر ما از حد متوسط دور ساختیم به این میگن باز ابدکشن. ابدکشن به معنای تباعد، دور ساختن از حد متوسط. اگر نزدیک بسازیم به حد متوسط یک ساختمان باز به اون ما میگیم ادکشن، یعنی تقرب دادن. خب عضلات ادکتور باعث تقرب دادن و یا نزدیک ساختن ران پا میشه. وظیفه ی عضلات تقرب دادن و یا نزدیک ساختن ران پا هستن، به خط متوسط نزدیکش میکنن. خب عضلات ادکتور به چهار قسم هستن. ما عضلات ادکتور لانگوس داریم، لانگوس. عضلات ادکتور بریوس داریم. عضلات ادکتور مگنوس داریم. عضلات ادکتور ماینی ماس داریم. خب لانگوس از لانگ گرفته شده به معنای طویل، بریوس به معنای کوتاه، مگنوس به معنای بزرگ، ماینی ماس به معنای کوچک. خب عضلات ادکتور به می چهار قسم است، لانگوس است، طویل است، بریوس یا کوتاه است، مگنوس یا بزرگ است و یا ماینیمس یا کوچک است، به می چهار شکل است. خب عضلات ادکتور لانگوس، عضلات ادکتور بریوس، عضلات ادکتور ماینیمس، این می سه عضله در لاینا اسپیرا وصل میشن. میمونه عضله ادکتور مگنوس. گروه باز براتون میگم که در کجا وصل میشن. خب ادکتور مسل لانگوس، ادکتور مسل بریوس و ادکتور مسل ماینیمس، این می سه عضلش در لاینا اسپیرا وصل میشه. پس لاینا اسپیرا من حیث محل اتصالی بر عضله گراسلس مسل و بر عضلات ادکتور مسل خصوصیش شکلش عمل میکنه. خب ایران ما فهمیدیم. خب پایینتر از لاین اسپیرا دو خط دیگه موجود است که البته در قسمت سفلی جسم موجود است که او رو باز داخل براتون ما ذکر میکنیم. خب پس ما فهمیدیم که دستت قوامی جسم محدبیت داره، لشم است، دستت خلفی جسم دارای پیکتینیال لاین است که ازلی پیکتینیال دهی وصل میشد و دیگه دارای گلوتیال توبریسیتی است که ازلی گلوتیال بزرگ دهی وصل میشد و دیگه دارای خط درشت عمودی است که به نام لاینا اسپیرا یاد میشه که در لاینا اسپیرا گلوتیال مسل و ادکتور مسل با
وصل میشه و دکتر مسال باعث تخرب دادن ران پا میشه. و پوینتر از دو خط دیگه است که داخل برکنم ذکر میکنم. و عضلات ادکتور منشهشان یا شروعشان از بازوی سفلی استخوان پوبیک حوصله هستند. از بازوی سفلی استخوان پوبیک حوصله منشه میگره، باز ختمشان در لاین و اسپیرای استخوان فیمور هستند. خب میایم در قسمت نهایت سفلی. خب این رنگ آبی مکمل نهایت سفلی هستند. خب اول ما نهایت سفلی را از سطح خلفی مورد مطالعه قرار میدیم، باز میریم در سطح قدامی و تفاوتایشان را هم براتون ذکر میکنیم. خب در نهایت سفلی استخوان فیمور دو برجستگی مدور بزرگ موجود است که به رنگ سرخ رنگ آمیزی کردیم. خب این برجستگی های مدور را به نام کاندایل یاد میکنند. به نام کاندایل. خب این هم کاندایل هستن. کاندایل عبارت از برجستگی مدور در نهایت سفلی استخوان فیمور هستن. خب کاندایل برجستگی مدور شد. البته کاندایل نسبت به تروکانتر نسبتا کوچک است، اما کاندایل نظر به توبرکل بزرگتر است. خب رول کاندایل در مفصل شدن با استخوان‌های پایینی هست. خب باز استخوان ران پا استخوان‌های ساق پا هست. خب این دو استخوان عبارت از استخوان‌های ساق پا هست. ساق پا. خب استخوان های ساق پا دو استخوان هستن. رنگ سبز عبارت از استخوان تیبیا هست. تیبیا. و رنگ سیاه عبارت از استخوان فیبولا هستن. که انشاءالله در لکچر مربوطش با جزئیاتش میخونه. خب استخوان های ساق پا عبارت از استخوان تیبیا و استخوان فیبولا هست. همین دو استخوان هستن. خب اینمی هر دو کاندایل با اینمی فررفتگی هایی که در قسمت بالای استخوان تیبیا موجود است وصل میشن. وقتی که وصل شد باعث تشکیل مفصل زانو میشن. مفصل زانو را به نام نی جوینت یاد میکنن. خب اصطلاح نی به معنی زانو، جوینت هم به معنای مفصل، مفصل زانو. پس رول کاندایل در تشکیل مفصل زانو است. هر دو کاندایل با فرو رفتگی هایی که در قسمت بالایی استخوان تیبیا موجود است وصل میشه و یا یک جا میشه و باعث تشکیل مفصل زانو میشه که مفصل زانو را به نام نی جوینت یاد میکنن. خب این کاندایل نظر به خط متوسط البته نامگذاری شده هستن. خب فرض میکنیم که خب این خط متوسط است. خب خط متوسط خطی است که از وسط بدن عبور میکنه و یا ما یک خط فرسی از وسط بدن رسم میکنیم. هر ساختمانی که به خط متوسط نظر به دیگه ساختمان نزدیک باشه ما میگیم اون ساختمان موقعیت میدیال و یا انسی داره. هر ساختمانی که نظر به ساختمان دیگر از خط متوسط دور قرار داشته باشه و یا دورتر قرار داشته باشه ما میگیم اون ساختمان موقعیت لاترال و یا وحشی داره. خب اگه دو کاندایل با هم مقایسه کنیم، خب این کاندایل نظر به این کاندایل به خط متوسط نزدیک است، پس ما به این میگیم میدیال کاندایل میگیم. اصطلاح میدیال به معنای اونسی یا نزدیک به خط متوسط.
میدیل کاندایل میگن، یعنی کاندایلی که به خط متوسط نزدیک است. خب اگه کاندایل نظر به این کاندایل در نظر بگیریم، خب این کاندایل نسبتا دورتر از خط متوسط است، پس ما به این میگیم لاترال کاندایل. لاترال کاندایل، اصطلاح لاترال به معنای وحشی و یا دور از خط متوسط، یعنی کاندایلی که از خط متوسط دور است. پس در نهایت سفلی استخوان فیمور حاوی کاندایل انسی و کاندایل وحشی است. در نهایت سفلی استخوان فیمور حاوی کاندایل است، حاوی کاندایل انسی و کاندایل وحشی است. خب در سطح خلفی هر دو کاندایل قسمی شما در رسم میبینه، اینا کاملا از هم جدا هستند. هر دو کاندایل از هم جدا هستند. این نقطه خیلی مهم است. همین رقم لاترال کاندایل هم جدا هست. خب و دیگه ای که میان هر دو کاندایل در سطح خلفی یک فوسا موجود است، یک سوراخ موجود است. خب اینمی فوسا اینمی سوراخ نظر به قرار گرفتن میان کاندایل انسی و وحشی نامگذاری شده، به این میگن انتر کاندایلر فوسا. اصطلاح فوسا به معنای حفره و یا سوراخ است، سوراخ که معمولا عمیق است. کاندایلر هدفش کاندایل انسی و کاندایل وحشی است. اصطلاح انترام قبلا گفتیم میان معلومه، یعنی سوراخی که میان هر دو کاندایل قرار داره. چون این سوراخ میان هر دو کاندایل قرار داره، با مخاطر این سوراخ به نام انتر کاندایلر فوسا یاد کردن. خب پس در سطح خلفی در نهایت سفلی میان هر دو کاندایل فوسا موجود است که به نام انتر کاندایلر فوسا یاد بشه. خب رول انتر کاندایلر فوسا کتابا برش میگن رولش این است که مفصل زانو را ثابت میسازه، مفصل زانو را ثابت میسازه یا مستحکم میسازه. خب چطور مستحکم میسازه بر ما سوال خلق میشه. خب مستحکم ساختنش این است که از استخوان تیبیا یک تعداد لگامن ها منشأ میگیره داخل همین فوسا میشن. از استخوان تیبیا یک تعداد لگامن ها منشأ میگیره داخل همین فوسا میشه. خب داخلش میشه و اینمی سبب میشه اینمی لگامنت ها سبب میشه امی مفصل زانویی که توسط کاندایل تشکیل شده بود این مفصل زانو را ثابت میسازه، مستحکم میسازه. پس به مخاطر میگن که انتر کاندایلر فوسا در ثابت ساختن یا مستحکم ساختن مفصل زانو رول داره، چون من حیث هاوس یا خانه عمل میکنه. برای این لگامنت هایی که از استخوان تیبیا منشأ میگرفت داخل از این میشد، این منحیث خانه عمل میکنه و داخل از این لگامنت ها وصل میشه و همین لگامنت ها سبب میشه که مفصل زانو ثابت مستحکم شود. همین رقم لگامنت تریس که داخل سنتر فوبیا میشد، بازی لگامنت سبب ثابت ساختن مفصل ران پا میشه. لگامنت تریس که از پیش مانده بود میشه که یادداشت کنه. بازم ذکر میکنم لگامنت تریس باعث ثابت ساختن مفصل ران پا میشه. خب بران میایم در سطح قدامی. در سطح قدامی در نهایت سفلی قسمی که شما در تصویر میبینیم، در سطح قدامی هر دو کاندایل با هم چسبیده هستند، هر دو کاندایل با هم وصل شده هم. خب این کاندایل انسی هست، میدیال کاندایل است و این هم لاترال کاندایل است. خب کاندایل انسی با کاندایل وحشی اینا در سطح قدامی با هم وصل شده هم و یا یک جا شده هم. اما در سطح خلفی هر دو کاندایل از هم جدا هستند، اما در سطح قدامی
هر دو کانال با هم وصل هستند، با هم چسبیده هستند، تفاوتشون دنیمی هستن. و دیگه ای که دنیمی قسمتی که هر دو کانال با هم وصل میشن یک سطح مفصلی را تشکیل میدن که سطح مفصلی را به نام پتیلر سرفیس یاد میکنن که همراه استخوان پتیلا مفصل میشن. پس دنیمی قسمتی که هر دو کاندال با هم وصل شدن، دنیمی قسمت یک سطح مفصلی وجود داره. خب این سطح مفصلی را به نام پتیلر سرفیس یاد میکنن. خب اصطلاح سرفیس به معنای سطح، پتیلر از پتیلا گرفته شده و پتیلا عبارت از استخوان عینک زانو هسته. استخوان عینک زانو را به نام پتیلا یاد میکنن، یعنی سطح مفصلی که بر استخوان پتیلا موجود هسته، یا سطح مفصلی بر استخوان پتیلا. خب درمی پتیلر سرفیس استخوان فیمور، استخوان پتیلا مفصل میشن. خب اینجا یک کم در مورد استخوان پتیلا براتون معلومات میدیم. خب یه استخوان پتیلا هست، خب استخوان پتیلا از کلمه لاتینی گرفته شده، از لاتین گرفته شده، به معنای پلیت است. پلیت به معنای صفحه. همچنان استخوان پتیلا از جمله عظم هموار است و از نگاه شکل قسمی که شما در رسم میبینید با شکل مثلثی هست، اما مثلث سرچپه. از نگاه شکل با شکل مثلثی سرچپه هست. همچنان قاعده استخوان پتیلا در قسمت علویش قرار داره. خب این قاعدهش است. ضربش که از در قسمت سفلیش قرار داره، ضربه به معنای نوک ملامته. خب قاعدهش در قسمت بالاییش است، ضربش یا نوکش در قسمت پایینیش است و دارای دو وجه هست. خب دارای وجه قدامی هست و دیگه دارای وجه خلفی هستن. خب وجه قدامی استخوان پتیلا درشت است. خب وجه قدامیش درشت است و سطح جلد قابل احساس می باشن. خب سطح جلد قابل احساس است. خب واج خلفی استخوان پتیلا لشم است و اینمی واج خلفی استخوان پتیلا با پتیلر سرفیس استخوان فیمور مفصل میشه و مفصل که میسازه به نام یه نوشته میکنم به نام میرم ما با سی رنگ میگرم که براتون واضح شد به نام پتیلو. خب نمیانشون حرف اومه، حرف و حرف ارتباطی هسته. پتیلو فیمورال آخر جوینت اضافه میکنیم. خب مفصل که اینا ساختن به نام پتیلو فیمورال جوینت یاد میشه. جوینت به معنای مفصل، فیمورال هم یعنی استخوان فیمور. حرف اوم ارتباطی شد، پتیل استخوان پتیلا، یعنی مفصلی که میان استخوان فیمور و استخوان پتیلا با وجود آمد. شما معکوس هم گفتم میتونه، فیمور و پتیلر جوینت هم گفتم میتونه، فرق نمیکنن. خب استخوان پتیلا یک استخوان هموار است، از نگاه شکل مثلثی سرچپه هسته، دارای دو وجه هست، وجه قدامیش است، وجه خلفیش است، وجه قدامیش درشت است و اصد جلد قابل احساس است. واج خلفی ازی لشم است و واج خلفی ازی با پتیلر سرفیس استخوان فیمور. پتیلر سرفیس سطح مفصلی بود که در قدام
هر دو کاندال قرار داشت. در نیمه قسمت هر دو کاندال با هم یک جای میشد و نیمه سطح مفصلی رو تشکیل میداد. و نیمه واج خلفش با پاتلا سرفیس مفصل میشه و مفصلی که میسازه به نام پاتیل و فیمورال جوینت یاد میشه. و استخوان پاتلا در بالای مفصل زانو قرار میگیره. واج قلامیش کس پیشروی قرار داره. واج خلفش با پاتلا سرفیس استخوان فیمور مفصل میشه. و نیمه استخوان پاتلا سبب میشه که مفصل زانو را در مقابل صدمات محافظه کنه. پس وظیفه استخوان پاتلا محافظه مفصل زانو و یا نی جوینت در مقابل صدمات است. با مخاطر استخوان پاتلا رو به یک نام دیگه هم یاد میکنن، به نام نی کپ هم یاد میکنن. خب اصطلاح نی به معنای زانو شد، کپ به معنای کاسه، کاسه زانو هم میگن. خب برای کاندایل، هر دو کاندایل در کدام همراه استخوان پاتلا مفصل شد؟ در سفلی همراه استخوان تیبیا مفصل میشه، باعث تشکیل مفصل نی جوینت میشه. خب پس ما تفاوت سطح قدامی و سطح خلفی را در نهایت سفلی ما فهمیدیم. بازم ذکر میکنم، در سطح خلفی هر دو کاندایل از هم جدا هستن و در میانشان انتر کاندایل فوسا قرار داره که اکتر لگامنتو در این وصل میشه. اما در سطح خلفی هر دو کاندایل با هم وصل هستن، یک جای هستن و در این قسمت که یک جای میشن یک سطح مفصلی وجود داره که به نام پاتلا سرفیس یاد میشه، که همراه استخوان پاتلا با واج خلفیش مفصل میشه و استخوان پاتلا باعث محافظه مفصل زون میشه. خب پیش میریم. دیگر در نهایت سفلی بر علاوه کاندایل ایپی کاندایل موجود هستند. خب بالا از کاندایل انسی و بالا از کاندایل وحشی برجستگی استخوانی برنگ آبی موجود هستند. خوبی برجستگی استخوانی هستند. خوبی هم برجستگی استخوانی هست. خب این برجستگی استخوانی نظر به موقعیت که نسبت به کاندایل داره نامگذاری شده، به این میگن ایپی کاندایل برش میگن. خب این هم عبارت از ایپی کاندایل است. خب اصطلاح ایپی به معنای بالا هست. ایپی به معنای بالا، چون همین برجستگی بالا از کاندایل قرار داره، به مخاطر ایپی کاندایل برش میگن. کاندایل هم هدفش کاندایل است. پس ایپی کاندایل در حقیقت برجستگی استخوانی هست. برجستگی استخوانی هست که بالا از کاندایل قرار داره، به مخاطر به نام ایپی کاندایل مسما کردن، یعنی نظر به موقعی که اختیار کرده به این نام مسما شده. خب پس بالا از کاندایل ایپی کاندایل داریم. خب اینا هم نظر به خط متوسط نامگذاری میشن. خب ایپی کاندایل چون به خط متوسط نزدیک است به این میگن میدیال ایپی کاندایل، و ایپی کاندایل از خط متوسط دورتر قرار داره پس به این میگن لاترال ایپی کاندایل. و ایپی کاندایل برجستگی استخوانی شد. پس در نهایت سفلی استخوان فیمور حاوی کاندایل بود و حاوی ایپی کاندایل است. ایپی کاندایل هم انسی و وحشی هستند. خب بالاتر از میدیال ایپی کاندایل، اینجا نوشته میکنم بالاتر از میدیال ایپی کاندایل یک توبرکل موجود است. خب در همین توبرکل عضله ادکتور مگنوس وصل میشه. ادکتور مگنوس مسل در همین توبرکل وصل میشه و مخاطر توبرکل به نام ادکتور توبرکل یاد میکنن. و بی توبرکل هم بنابر وصل شدن عضله ادکتور مگنوس نامگذاری شده.
ما قبلا گفتیم عضلات ادکتور ما داریم، عضلات تقرب دهنده که به چهار قسم بود، لانگوس، بریوس، ماینیمس و مگنوس بود. مگنوسش مانده بود، اما عضله ادکتور مگنوس در همین توبرکلی که به نام ادکتور توبرکل یاد میشه وصل میشه و ادکتور توبرکل بالاتر از میدیال اپیکاندایل قرار داره. از اینکه میدیال اپیکاندایل با ادکتور توبرکل نزدیک است، به مو خاطر یک قسمتی از عضله ادکتور مگنوس در میدیال اپیکاندایل هم وصل میشه. خب اما در لاتر اپیکاندایل یک لگامنت وصل میشه. خب لگامنت که وصل میشه، این لگامنت به نام فیبولار کولاترال لگامنت یاد میکنن. خب لگامنت فیبولو کولاترال در لاترال اپیکاندایل وصل میشن. خب پس میدیال اپیکاندایل من حیث محل اتصالی بر بخشی از عضله ادکتور مگنوس عمل کرد، اما لاترال اپیکاندایل این من حیث محل اتصالی بر فیبولو کولاترال لگامنت عمل میکنه. خب اگه ما در سطح خلفی بریم، خب این عبارت از میدیال اپیکاندایل است و این هم عبارت از لاترال اپیکاندایل است. خب بالاتر از میدیال اپیکاندایل ادکتور توبرکل موجود بود که از آنه ادکتور مگنوس دو وسط می شود. خب پس این ما فهمیدیم. خب نهایت سفلی استخوان فیمور خلا شد، حاوی کاندایل بود و حاوی اپیکاندایل بود. تفاوتایش هم خواندیم. آل ما میم دوباره در قسمت جسم، در قسمت بادی ما گفتیم که در قسمت پایینی جسم، البته بازم یادآور میشم در سطح خلفی دو خط موجود هستن، البته پایین تر از لاینیا اسپیرا. خب این دو خط نظر به موقعیتی که نسبت به کاندایل انسی و وحشی اختیار کرده نامگذاری شده. ما به خاطر داخلی را ذکر کردم چون براتون واضح ساخته شده. خب دو خط در قسمت سفلی جسم موجود هستن که دو خط بالاتر از کاندایل انسی و بالاتر از کاندایل وحشی قرار گرفتن. سعی کنید در اینجا کلمه بالاتر رو مستقر کردیم. قبلا ایپی بود، بالا بود، برجستگاه استخوانی موقعت بالا داشت، ایپی کاندایل گفتیم، اما این دو خط بالاتر قرار دارن در قسمت سفلی جسم. با اون خاطر اینی می دو خطه نظر به قرار گرفتن موقعیتشان بالاتر از کاندایل انسی و وحشی نامگذاری شدن. به اینا میگن سپرا کاندایلر لاین یاد میکنن. سپرا کاندایلر لاین، خب این هم سپرا کاندایلر لاین هستن. خب اصطلاح لاین به معنای خط، لاین به معنای خط، اصطلاح سپرا به معنای بالاتر، اصطلاح سپرا به معنای بالاتر. کاندایلر هدفش کاندایل انسی و وحشی هستن، و هدفش هر دو کاندایل هستن، یعنی خطی که بالاتر از هر دو کاندایل قرار داره. خب این دو خط بنابر قرار گرفتنشان بالاتر از هر دو کاندایل به این نام مسما شدن، سپرا کاندایلر لاین برشان گفتن، یعنی خطی که بالاتر از هر دو کاندایل قرار داره. خب اما این برجستگی بالا قرار داشت، به او خاطر به این برجستگی سخانی کلمه ای به اضافه کردن، اما به این خط کلمه سپرا یا بالاتر اضافه کردن. خب
این خط چون به خط متوسط نزدیک است، پس این عبارت است medial supracondylar line است و این هم عبارت است lateral supracondylar line. پس در قسمت سفلی جسم، البته در سطح خلفی استخوان فیمور، دو خط موجود است که به نام supracondylar line یاد میشه. ما supracondylar line وحشی داریم و supracondylar line انسی داریم. اینا هم من حیث نقطه اتصالی بر عضلات عمل میکنن. خب از lateral supracondylar line یک عضله منشأ میگیره. خب یک عضله منشأ میگیره. خب این عضله رو به نام plantaris muscle یاد میکنن. عضله plantaris و این عضله بالاخره ختم این عضله در کروی پا هسته. ما کروی پا داریم. کروی پا را به نام calcaneus یاد میکنن. calcaneus و یا کروی پا. خب عضله plantaris منشأش یا شروعش از lateral supracondylar line است و ختمش با calcaneus و یا کروی پا هست. پس lateral supracondylar line من حیث محل اتصالی بر عضله plantaris عمل کرد و عضله plantaris وظیفه ازی که است فلکشن مفصل زانو هست. مفصل زانو را فلکشن میده. فلکشن به معنی قبض ساختن. قبض به معنی قاط ساختن. مفصل زانو را فلکشن میکنه، حتی قبضش میکنه، قاطش میکنه. وظیفه plantaris مسئله است. خب امی رقم در medial supracondylar line عضلات ادکتور وصل میشن، چون امی خط به لاین اسپیرا نزدیک است و مخاطر در لاین اسپیرا عضلات ادکتور وصل میشد، اما عضلات ادکتور در medial supracondylar line هم وصل میشن. پس در medial supracondylar line عضلات ادکتور مسئله که در لاین اسپیرا وصل میشد در این هم وصل میشن. خب پس در سطح خلفی استخوان فیمور در قسمت جسم، در قسمت بالای جسم پکتینیال لاین بود که عضله پکتینیال وصل میشد، گلوتیال توبیسیتی بود که عضله گلوتیال بزرگ وصل میشد، پوینتر پکتینیال لاین در این قسمت لاین اسپیرا بود که عضله گراسلس مثلا و عضلات ادکتور وصل میشد و پایین از پکتینیال لاین اسپیرا در قسمت سفلی جسم دو خط موجود بود که به نام supracondylar line یاد میکنن. یکیش وحشی بود، دیگه شنسی بود. در وحشیش عضله plantaris وصل میشد، در سیش همون عضلات ادکتوری که در لاین اسپیرا وصل میشد دری هم وصل میشد. خب این بود در مورد استخوان فیمور. با امید از اینکه درس امروزی رو یاد گرفته باشید و از درس خسته نشده باشید، همچنان به خاطر حمایت ما چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، صفحه فیسبوک ما رو چک کنید. در صورتی که نظریه و یا پیشنهاد دارید میتونید برام پیام بگذارید. تا درس بعدی با امید دیدار.